اکنون که گل سعادتت پربار است، دست تو ز جام می چرا بیکار است؟ می خور که زمانه دشمنی غدار است، دریافتن روز چنین دشوار است. در بیت اول سعادت به گل تشبیه شده که خود گل میتونه استعاره از چهره سرخ و خوش آب و رنگ یا همون جوانی و شادابی باشه. در یافتن روز چنین دشوار است یعنی پی بردن به ارزش جوانی و درک اهمیت این ایام، اون هم زمانی که جوان هستی، کار ساده ای نیست. پس حالا که در بهترین وضعیت خودت هستی، چرا دم رو غنیمت نمیدونی و شراب نمی نوشی؟ بنوش که عمر ما در حال گذره و زمان برای ما نمی ایسته. از جهت زمان و احساس ما در بین گذشته نابود شده و آینده نیومده واقع شدیم. خیام در جایی میگه از رفته میندیش و ز آینده مپرس. این باعث شده که دو دستی دم رو بچسبه و قدرش رو بدونه. دم یعنی لحظه، یعنی نفس. این موضوع در اندیشه شاعران معاصر ایران هم همچنان جاریه. از جمله سهراب سپهری، زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است. در اینجا دو تا پرسش مهم مطرح میشه. یکی این که چرا باید در اکنون زیست و دوم چگونه باید زیست؟ جواب این سوال ها رو میتونیم در آینه رباعیات خیام پیدا کنیم. از اونجایی که خیام پاسخ درخور و قانع کننده‌ای برای معمای هستی پیدا نمی کنه، گویی با این شعرها فقط میخواد شگفت زدگی خودش رو بیان کنه تا از این را اندکی از آتش درونش کم کنه. خیام میخواد بگه در پس این سوالات و پاسخها رازی نهفته است که ما از اون بیخبریم. فقط کافیه گذر پرشتاب زمان رو درک کنیم و اینکه گریزی از مرگ نیست. ما تنها با یادآوری این به خودمون متوجه میشیم که نباید حسرت گذشته رو بخوریم و با استراب آینده نیومده خاطر خودمون رو آزرده کنیم. پس در چنین فرصت گذرایی که نمیتونیم اونو متوقف کنیم، بهترین راه اینه که خوش باشیم و قدر لحظات رو بدونیم. صادق هدایت در تحلیل برخی از رباعیات خیام می نویسه معمای کائنات نه به وسیله علم و نه با دین هرگز حل نخواهد شد. در واقع این زمینی که داریم درش زندگی می کنیم نه یک سعادت و نه عقوبت. پس دمی که در اون هستیم رو دریابیم و لذت ببریم. حافظ هم در این خصوص بیت زیبایی داره که میگه اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم.